destroy Taliban from every house to the street. Destroy Taliban from every house to the street. Destroy Taliban from every house. ملت افغانستان گروهک تروریستی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. این گروه هر چیزو تر باید سرنگون شود. بند طالبان. به نام خدای آزادی. گروهی که کشور ما را برای ما زندان ساخته است. گروهی که در طول 20 سال هیچ نوع ترحمی بر زن، کودک، پیر و جوان افغانستان نکرد. من نه تنها به عنوان یک زنی که از تمام ابعاد اجتماع این گروه مرا حذف کرده است برای قابل قبول و هضم نیست، بلکه به عنوان یک انسان آزاده این گروه یک گروه تروریستی است و برای من قابل پذیرش نیست. من هیچ نوع تعلیم، تحصیل و کار تحت مستعمره یا حکومت این گروه تروریستی را قبول ندارم. گروه طالب برای زنان افغانستان قابل قبول و قابل پذیرش نیستند. ما مردم افغانستان و بالخصوص زنان افغانستان طالبان را نمیپذیریم و این گروه تروریستی و تاریک‌اندیش هر چه زودتر از افغانستان سرنگون شود. بند طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. به حمایت از زنان مقاوم افغانستان ما هم شعار می دهیم. از خانه تا خیابان برای سرنگونی طالبان. افغانستان طالبان را نمی خواهیم. این گروه فاشیستی و تروریستی باید سرنگون شود. بند طالبان. تروریستی است. بیش از 1.5 سال است که کشور و مردم ما در گرو گروه تروریستی طالب گرفتیده. این جهالت پیشگان در یه واخر دختران و زنان هموطن ما را از حق تحصیل و تعلیم محروم ساختند. این محرومیت به منظور باجگیری از کشورهای غربی و به رسمیت شناختن خودشان است. از ملل دنیا، از کشورهای دوست خواهش داریم حق سیاسی کشور ما را به مردم ما برگردانند و این گروه تروریستی را به رسمیت نشناسند. تشکر. ما زنان افغانستان از طالبان نه مکتب میخواهیم، نه درس، نه تحصیل، نه باز شدن مکاتب که در دروس حقانی و طالبانی داده شود و نه ما از طالبان کار و روزگار میخواهیم. ما علیه طالبان هستیم، علیه طالبانیسم هستیم. ما در پایزی نیستیم که طالبان را اصلاح کنیم. ما از جامعه جهانی است. The Taliban want to teach the terrorist course in school and university. We don't want this group. We want from United States, United Nations, and the world society to abandon their dual policy and stop supporting this group. There should be military support from our people to this group be overthrown. We don't want this terrorist group. We don't want Taliban. طالبان په داسې اعمالو سره ټول او ټولنې ته زیان رسوي. یوازې له یو مؤسسې څخه درې سوه ښځې اوزګار شوې دي. نن ټول خلک اوزګار ناست دي. آیا طالبان د دې کورنیو له ګیښ پرغار اخلي؟ که دې کورنیو له لوږې نه مر شي، آیا طالبان ځواب ورکولی شي؟ نو د ښوونځي او پوهنتونونو پرانیستل زموږ په درد نه خوري. موږ نه غواړو چې تروریستي نصاب ووایو. همداسې چې امریکا دا تروریستي ډلې زموږ هېواد ته راوړې ده، نو باید همداسې د نظامي مرستې سره او له هرې لارې چې کول شي زموږ هېواد موږ ته بېرته راکړي. دا پاکستاني ډلې باید له موج هوا څخه وځي. موج طالبان نه غواړو، موج تروریستي نصاب نه غواړو. ما طالبان را نمی خواهیم. تروریست باید نابود شود. مرگ به طالب. ما طالبان را نمی خواهیم. می خواهیم این گروه تروریستی نیست و نابود شود، حتی اگر دانشگاه ها و مکاتب را به روی زنان باز کنند. ما طالبان را نمی خواهیم. این گروه تروریستی باید سرنگون شود. ما طالبان را نمی خواهیم. این گروه تروریست باید نابود شود. ما طالبان را نمی خواهیم. این گروه تروریستی باید سرنگون شود. ما طالبان را نمی خواهیم. این گروه تروریستی باید سرنگون شود. ما طالبان را نمی خواهیم. این گروه تروریستی باید سرنگون شود. بشکنم
من گردن گردن کشان هم دست سلطان بشکنم. بیزارم از دین شما، نفرین به آلین شما، از دین بیشانی رو دلهای سنگین شما، دلهای سنگین شما. طالبان ما را به جرم زن بودن در خانه های ما زندانی کردند، اما ما تسلیم نمی شویم. من یک تن از کارمندان مؤسسات غیر دولتی کاپیسا هستم. از تمام مردم افغانستان می خواهم که با ما بپیوندند. از خانه تا خیابان برای سرنگونی طالبان. کارمند در یکی از مؤسسات خصوصی بودم، اما اجازه کار را ندارم. خبرنگار هستم، اما حق آزادی بیان را ندارم. مرگ به دیکتاتور زن ستیز. خانه تا خیابان برای سرنگونی طالبان، از خانه تا خیابان برای سرنگونی طالبان، از خانه تا خیابان برای سرنگونی طالبان، خانه تا خیابان برای سرنگونی طالبان. خداوند علم و قلم، ما مردمی افغانستان طالبان ظالم و خونخوار را نمی خواهیم. طالبان باید از جامعه حذف بشن. علم و دانش ستون فقرات یک جامعه را تشکیل می دهد. اما طالبان نادان نمی خواهند افغانستان پیشرفت کند. طالبان در دوره جاهلیت قبل از اسلام قرار دارند. اینها در طول 1.5 سال حکومت نامشروعشان کشور را به 100 سال عقب بردند و دستاوردهای 20 ساله ما را به خاک یکسان نمودند. ما زنان با مبارزه خود طالبان را نابود می کنیم. ما از برادران مقاومتگر خود که در برابر این هیولا مبارزه می کنند حمایت می کنیم. صدای ما سلاح ماست. صدای ما قلم ماست. قلم ما شمشیر برنده ای است که بر روی تاریکی و جهالت خط می کشد. قلم ما طالبان را برای راست هدایت می کند. پیشرفت اجتماعی یک کشور را از موقعیت و جایگاه زنانش می توان فهمید. طالبان کور خواندند. ما زنان فیلی کشور زنان دهه 90 نیستیم. ما صدای خود را به جهانیان می رسانیم. جهان باید در مقابل صدای ما خاموش نباشد و برای نابودی طالبان دست به کار شود. خداوند علم و قلم، ما مردمی افغانستان طالبان ظالم و خونخوار را نمی خواهیم. طالبان باید از جامعه حذف بشن. علم و دانش ستون فقرات یک جامعه را تشکیل می دهد. اما طالبان نادان نمی خواهند افغانستان پیشرفت کند. طالبان در دوره جاهلیت قبل از اسلام قرار دارند. اینها در طول 1.5 سال حکومت نامشروعشان کشور را به 100 سال عقب بردند و دستاوردهای 20 ساله ما را به خاک یکسان نمودند. ما زنان با مبارزه خود طالبان را نابود می کنیم. ما از برادران مقاومتگر خود که در برابر این هیولا مبارزه می کنند حمایت می کنیم. صدای ما سلاح ماست. صدای ما قلم ماست. قلم ما شمشیر برنده ای است که بر روی تاریکی و جهالت خط می کشد. قلم ما طالبان را برای راست هدایت می کند. پیشرفت اجتماعی یک کشور را از موقعیت و جایگاه زنانش می توان فهمید. طالبان کور خواندند. ما زنان فیلی کشور زنان دهه 90 نیستیم. ما صدای خود را به جهانیان می رسانیم. جهان باید در مقابل صدای ما خاموش نباشد و برای نابودی طالبان دست به کار شود. یک دانشجو بودم، اما به جرم زن بودن اجازه رفتن به دانشگاه را ندارم. از خانه تا خیابان
برای سرنگونی رژیم طالبان. ما قلبا قلب از تک تک زمینی که ما قلبا و از ته قلب از تک تک نه تنها هموطنان خود بلکه تمام مردم آزادی خواهی که در دنیا حمایت کردن از مقاومت مردم ما، ما قلبا از همه اونا سپاسگزار هستم و تشکر میکنم. من شک ندارم اونا سختی مبارزه را میفهمند و اونا درک میکنند که ما در یک مبارزه هستیم که شاید ماها، سالها و نسلها را در بر بگیرند. امیدوار هستم هرچه سریعتر ما بتانیم شرایط تغییر بدیم و هرچه قدر که مردم و ملت ما مشترک و متحد و سرتاسری بلند شوند و بخیزن، این مسیر کوتاه میباشه انشاءالله. اما واقعیت هم در نیست که ما در یک شرایط سخت قرار داریم و اونا را و به ملت و مردم و عزیزایی که همیشه حامی بودن، ضمن تشکری از اونا همی وعده رو میتیم که در امی مسیری که پیش میریم و بانمو آرمان و ارزشی که از اطلاع مطرح کرده همیز تا آخر را صادقانه پیش میریم، از هر مسیر و از هر راهی که بتانیم مقاومت خود را به هر شکلی که بتانیم ادامه بدیم. اما یک کار انشاءالله و دعا میکنم خداوند جان ما رو بگیره قبل از اینکه اتفاق بفته، او ایسته که ارزش مردم ما، آرمان مردم ما و خواست مردم ما و حق مردم ما رو ما معامله بکنیم. جان میتیم، خون میتیم، همین کار کردن نمیتونیم. اگر میخواستیم که آرامش باشه و به یک ترتیب آرام باشه، بسیار آسان بود میتونستیم به هر طرف بریم و مثل خیلی های دیگه یک زندگی آرام و اشرافی رو دنبال بکنیم. اما پذیرفتیم که همه ما بیاییم با تقسیم کار، با تقسیم و تعریف فرصت‌ها و کارها، هر کس در یک جای یک کاری را بر مردم و ملت ما انجام بده. چیزی که از امی عزیزان ما ضمن تشکری ازشان میخوان ادامه و با قوت همکاری کردن، حمایت کردنشان از جبهه خودشان، از باور خودشان و از راه خودشان است. و در این حال دعوت میکنم همه را که به هیچ عنوان در دام توطئه‌های دشمن نریفته. دشمن توطئه انداخته بر این که ما را به نام قوم، به نام حزب، به نام لسان، به نام مذهب جدا بکنه و تفرقه بندازه و حکومت کنه. عزیزان من، هیچ وقت شما در بازیه که در اون تفرقه از داخل نشید. جبهه تلاشش بر اتحاد انسجام است. ما برای جمع کردن آمده، ما برای وصل کردن آمده، نه برای فصل کردن آمده. ما و شما آمدیم که جمع بکنیم، ما آمدیم که وصل بکنیم. سیاست جبهه سیاست تفریق نیست. هر کسی که تفرقه میندازه از آدرس جبهه از ما نیست. واضح هم میره براتون بیان میکنه. پس تلاشتان برای اتحاد باشد، تلاشتان برای آگاه کردن باشد، تلاشتان برای انسجام هرچی بیشتر چه در داخل و چه در بیرون باشد. و نتیجهش را شما خواب دیدین که انشالله نتیجه جز پیروزی چیز دیگری نیست. چرا؟ چون مسیر ما و شما حق است، رای ما و شما حق است و شما روز به روز جبر و استبداد و ظلم و جهالت را در قاموس چیز به نام طالب ها میبینید. اگر اینا به یک اصل باور داشتن، به یک ارزشی باور داشتن، امروز هم بایشان میشتم گپ میزدیم و مشکل افغانستان حل میکردیم. چه کنیم که متاسفانه به هیچ ارزشی و به هیچ چیزی باور ندارن و بار باری که همراهشان صحبت کردیم، علما رو وسیله قرار دادیم، جز ای که بر وعده هایشان عملی استاد نشدن و وعده های دروغ دادن چیز دیگری نیست. پس حقانیت ما و شما روز به روز ثابت شده روان است. چیزی که نیاز داریم و تعریف واضح و مشخص مقاومت هم است که مقاومت بکنیم، استادگی بکنیم و پیروزی انشاءالله از آن ماست. زمینی که ما قلبا و از ته قلب از تک تک نه تنها هموطنان
به نام خداوند علم و قلم با عرض سلام خدمت تک تک شما هموطنان و بیننده های عزیز تلویزیون سهیل تیوی. متاسفانه از لحاظ تکنیکی جادو باکس مشکل تکنیکی داره و سهیل تیوی در اونجا هرچی میکنن روشن نمیشه و فرستاده نمیشه. سرشکار قدر استم. انشالله هم بخیر و زودی جور میشه. و همچنین در چینل یوتیوب ما یک قسم نمیگم چی پرابلم شده که نمیتونیم لایف بریم یا ویدیوی ما رو پخش کنیم در حال حاضر. پس در چینل افغانستان یو اس ای اینترنشنال تیوی میتونین از طریق جادو باکس یا امو لینک خودش در خود تلفون هایتان میتونین در لینکش برین و از اونجا مشاهده کنین. دیگه متاسفانه مشکلات فراوان بر ما ایجاد شده و از هر طرف مثلا ما را بمبار کده رویستن و از هر رقم میخواین صدای ما را خاموش کنن که کور خواندن. صدا خاموش کردن مبارزین برای آزادی هیچ امکان نداره. بعد از مرگ هم صدایشان بلند میشه، یک نه یکی دیگه صدایش بلند میکنه. پس ما هیچ وقت از پای نمیفتیم و هیچ وقت ذلت قبول نداریم و به خاطر زندگی با عزت مردم ما تا که میتونیم از هر طریق صدای خود بلند میکنیم. و تشکر از شما که همکنون همراه ما هستین. چنان که شما ویدیوها را دیدین، مطمئن هستم در چند روز اخیر شما یک کارزار اشتباهی در صفحات اجتماعی زیاد شده و بانوان در درون افغانستان از هر طریق هر روز صدا بلند میکنن و صدا میکشن به خاطر اینکه دیگه به تنگ آمدن. وقتی که به تنگ میاید به جنگ میاید. اینها از روز که آمدن زن ستیزی کردن، مردم ستیزی کردن و خود غیر به زور تفنگای خود بالای سر مردم ایستاد شدن و خود به زور خود حکومت نام دادن. وقتی حکومت می باشد که مردم قبولش کنن و مردم افغانستان طالبان قبول نداره. و ویدیوهایی که دیدین زیاد هستن، اما ما چند تاش انتخاب کرده براتون در پرده ماندیم که ببینین، اما زیادتر از اونها هست، صحبت ها هست در برای تمام یک ویدیوتون باشه. هفته پیش که یک زوم میتینگ بود که تمام سیاسیون یا در زوم میتینگ بودن و خانم ها از سر تا سر افغانستان ویدیو و کلیپ های خود رای کده بودن یا خود شاندم اونجا پیشوریشان فقط نوشته ها بود، این هم یافتن که ما در دسترس ما رسیم. و امیدوار هستم که شما هم همراه خواهرانتان، دخترانتان، مادرتان استاده شوین و صدای خود بکشین برای نه تنها زنان افغانستان، بلکه به تمام افغانستان، برای جوانان ما، برای اولادهای ما همیشه صدا بلند کنید. آنچنان که شنیدین رهبر عزیز ما را سخنانشانه که هر کسی، ما بسیار کسایی که برخلاف طالب هستن یا نیستن فرق نمی کنن، برخلاف جبهه که می باشن غیر میگن که کسایی که در مقاومت ملی یا جبهه مقاومت ملی هستن اینا نجات پرست هستن، اینا مجم یک سمتیستن و ویستن و چپیستن و راستیستن و مقصد برش نام موندن، هر رقم سر بیرقش نام موندن، سر هر چیزه که رهبر جبهه مقاومت ملی احمد مسعود از پنجشیر است، پس جبهه فقط مخصوص پنجشیر است. در صورتی که تمامی کسانی که در جبهه فعالیت دارن، چی در درون افغانستان، چی در بیرون افغانستان، از تمامی قشر جامعه هستند. کی مذهبی، چی زبانی، چی عقیدتی،
چه هر طرف از هر سمتی و چپی و راستی و هر چیز در درون جبهه هر رقم هست، از هر زبان هست. پس بنابراین کسانی که به این فکر هستند که جبهه مقاومت ملی فقط برای تاجیکا یا فقط برای پنجشیر است، لطفاً این گپ از مغزتان دور کنیم که جبهه از روز اول به تمام مردم افغانستان است. فرق نمی کنم مذهب چیست، زبانشان چیست، از کدام سمت هستند، چی عقیده دارند، چی فکر سیاسی دارند، فرق نمی کنه. هر شهروند افغانستان جبهه ایستادگی می کنه بر تک تک مردم افغانستان. اگه یادتان باشه وقتی که انتحاری های خود در معابد سکه های عزیز ما کده بودن و اونا رو به شهادت رساندن، جبهه برشان تسلیت گفت و بسیار جگرخون بوده، کل ما جگرخون بودیم. فرق نمی کنه که چی مذهب داشته باشه یا نداشته باشه، جز به همون کشور هستم. ما بر تک تک مردم استادگی کردیم همیشه و جبهه همیشه بوده. پس بنابراین اگر یکی ما یک کالای یک سمت می پوشیم، نال ما بیاییم یک لباس تاجیکی رو پوشم، ایمانو نمیده که ما نجات پرست هستم و فقط به خاطر تاجیکا چون در جبهه مقاومت ملی هستم. ما خودم پدر کلانم از هر دو طرف پدر کلانم پشتو زبان هستن، پشتون بودن. خدا بیامرز فرق کنه. پس در جبهه مور آدم ها بسیار زیاد هستن. پس این نجات پرستی نیست. شماهایی که میبینین در 17 ماه چقدر کمک و زحمات مردم ما همراه با جبهه و جبهه همراه با مردم کار میکنن از دیده ندارین. مخصوصا لابیگرای طالب ایستادگی میکنن و غیر سر جبهه نام میمانن. گاهی سر بیرقش میگن، گاهی سر لباس مردم میگن، گاهی سر زبان میگن. در صورتی که نجات پرست یه رژیم تروریستی بوده و هست و خواهد. از ما چند وقت پیش پرسان شد که امی تیم کرکت در استرالیا را داده نشده به خاطری که طالبا سر زنا ظلم کردن و مکتب و درس و کل چیز بسته کردن. شو فکر کن نانوایی هایی که زنانه بود بسته شدن. در بلخ دوکانایی که زنا مثلا فروشنده ها بودن در اونجا لوازم میفروختن و نمو خرچ خانه خود میکشیدن بسته شدن. هر چیز در کار نمیره از کار در درون خانه شده. کسایی که در اداره بودن حالا از درون خانه باید کار کنن. در حمام بیرون نمره رفته نمیتونن زنا. در رستوران رفته نمیتونن زنا. حمام نمره بیرون که میره کی میرفت؟ کدام قشر جامعه میرفت؟ اونایی که پیسه داره در لولای اوشان که نل او میای برشان وخ نمیرن. او غریبای بیچاره میرن که او میرن جمع میکنن بشکه بشکه در خانه خود میبرن. خب برای تو چقدر بشکه بشکه او در خانه ببرن در سر جمع ششتن. اونم واستن که میرفتن حمامای نمره. سر وقت کده، سر هرچی که ظلم است، سر فقیر است. زنا که چادری میتونن در زمستان بشینن و گدویی کنن، اما نمیتونن درس بخونن، اما نمیتونن کار کنن، اما نمیتونن حمام برن، ورزش کنن، در پارک برن. کسایی که زیاد خوش هستین که میگین اسلامی اسلامی است، کجایی در اسلام هست؟ در شریعه در اسلام نگفتن حد اقل شوای جمعه باید آدم حمام کنه یا روز جمعه نی؟ یک روز در هفته و 5 وقت که وضو میگیرن چی میکنن؟ یا کل چیز است، نظافت اولین چیز است در اسلام و شما شریعه گفته میری. از طریق شریعه بود که ما
شریعه میگه که تو زن نکنه، شریعه میگه که تو زن نکنه. چه نام شریعه رو بد کردین معلوم نیست که در کجا شما درس خوندیم، کی معلم شما بوده، کی کدام در کدام مکتب و مدرسه شما رفته بودید که قسم مغزای شما را بیهی بیادبی مفت چی پر کردن. چادری در سرشان کردی، رویشان نپد کردی، در تلویزیون که میاین باید رویشان بسته باشه، هر رقم که میپوشن باید خود خوب بپیچانن، هر جایی که میرن خوب خفقشان کردی، رکدم کالا مثل زندان های انفرادی ورده فرقشان انداختی، مکتب نمیمونی، کورس شخصی نمیتونن، دانشگاه شخصی نمیتونن، هیچ. آیا میفهمین چرا؟ دلیل ای که این رژیم تروریستی زن ستیز هست میدونین چرا؟ چون وقت زنها قوی هستند هیچ کس نمیتونه استادشون کنه و اینقدر که ریسک میتونه یک زن بگیره، اولاد دار شدن خودش یک ریسک کلان است، ازدواج کردن خودش یک ریسک کلان است، کلان کردن اولاد ریسک است که کدکی در زندگی یک آدم خوب است یا بد است، چی است، چه قسم بیایه، چه قسم آدم باشه، میرن قبول میکنن، ازدواج میکنن، اولاد دار شدن، در وقت اولاد دار شدن چقدر اینا زحمت میکشن، اینا رو کلان میکنن، اما با دل جان میکنن، کلان میکنن اولادای خودم. مادر میخواد بهترین چیز بر اولادش بیاد تا که در دستش میاد، بنابراین تلاش خود بیشترین تلاش خودم. اگر زنا بیان در پیش نانوای نانوای زنانه یک جای میشن، میشه که زود گپ بزنن و کلانتر و کلانتر شد و گروپ شد. اگر بیاین در حمام یک جای شوان گپ زنن، اینها فقط و فقط ترس دارن از قوت و شجاعت و دلیری بانوان، و خاطر همونها هستن که و بانوان که کمک میکنن، برادران ما در کنارشان هستن. وقتی بانوان ما در اینجا یک جای و برادران ما در جبهه با هم یک دست کار میکنن، نمیسته که اینا رو به لرز آوردن، یکیش باید خاموش کنن بزور. و جامعه جهانی چی کدر ایست برای ما؟ چی کدر ایست؟ هر روز پیش طالب میگه وی چرا مکتبا رو بسته کردی، اینا دانشگاه رو بسته، امو رو خیواز کو، اگه واز کردی باز نگه که برد میتیم، باز نگه که برد میتیم، باز رسمیت میشناسیم. چرا؟ چرا پیش یا جوجوی که دارستن؟ چرا دولت ها برش وقتی که امضا کردن، وقتی قرارداد امضا کردن، چرا گفتن که بدون جنگ دولت تسلیم اینا بکنی؟ نشته شده بوده بود. چرا دادن به تروریست که در لیست سیاه بود؟ چی میخواین از کشور ما؟ تاریخ بخوانیم، و قدیما ایوان کشور که بود، کشورهای ابرقدرت و پولدار میرفتن اونجا برده میخریدن، کارگر به نام کارگر میآوردن. حالا در قرن 21 نمیتونن برده برن بخرن، در کجا میخرن؟ میتونن در یک کشور خرابی بندازن، مردمش مجبور شوه از کشور برایه، و در کشورهای دیگه که میریم هم سر ما میگن، برای ما منت میفروشن و منت میکنن سر ما که این نه شما و شما سعی که ما چقدر مهربان هستیم، شما را در کشور ما جای میدیم و نیروی کار میارن. از این طریق درون کشور ما معادنای ما را، هر چیز ما را لوت میکنن. یک ویدیو ما دیدم امروز بیخی دلم در درد آمد، افغانستان کم مقبول بود در ویدیو، هر قسمتش نشان داد،
از بامیان، هرات، بلخ، طرف نورستان، طرف هلمند، طرف ننگرهار، طرف کابل، هر قسمت از افغانستان چه یک زیبایی داره. خار چشم جهان شده. با عرض سلام و برنامه بانوان با جبهه مقاومت ملی خوش آمدین. بفرمایید. درود سلام دارم برای شما. ما پوپل کابلزاد هستم. بله، بفرمایید. یکی از ارادتمندای امی تلویزیون و منبر امی تلویزیون و دوست سوهل جان صفدری که خلاص سوانه ما رسمن پششانه است که من کی هستم و ما چی میخوایم. بله. ما همیشه در صدر عزیزم که چطور ما میتونیم از کدام را از مشکلات بیرون بیاییم، مهربان باشیم، امپذیر باشیم، با وطن و وطندار خود عرج بگذاریم، از مسائل قومی که بسیار منفرت دارم بین از اینکه بگویم پشتون و تاجک و کجایی و کجایی، اینانی گپا در گذشته نبود، اینانی هم صادر شده از خارج است. ما در زمان پانتون، در زمان تدریس، چهار دو پالوی ما از آره و ازبک پشتون تاجک بود. حتی ما در تخلصم شما ببینیم که در پالوی پوپل کابلزاد از یاد کردیم. نیم بدن ما تاجک است، نیمش پشتون است. همچنان یک چشمم تاجک است، یک چشمم پشتون. و ما هیچ وقت متعصب نبودیم. ما در گذشته، ما در کیس دیپلومات آمدیم امریکا، ولی از یک سفارتی که به حساب کار میکنم، ما کارمند خاد یا سیاسی در گذشته نبودیم. ما در سکتورهای خصوصی کار کردیم که او وزارت مالیه و تجارت است. و اگر در سفارت هم کار کردیم، در بخشای وکیل تجار یا اتشه تجارتی که سبب زیادی وقت شما نشوم. از این که من این گپ چرا گفتم که یک کسی باز به تحقیق من نبیاید از این جمله اشخاص ساطر یا خیابانی یا روزگذران به سبب گپای تخریبی نگویند، من یک خاطرات بسیار خوشی که داشتیم در امید تلویزیون. سوهل جان مرا میمان داشت رسمن که صحبتهای سیاسی داشته باشم در حدود 50 دقیقه، چیزی کم یک ساعت، و ما اونجا یک تعریف در لا بلای گفای خود داشتم از کی؟ از جناب شادروان احمدشاه مسعود. ما وقتی که نیکی کسی را دیده باشم، ما ایجگاه نمک ناشناس نیستم، ولی به نام یک کسی که در گذشته رئیس بوده سبب آزارم بعضی کسا می شد. من با عبدالعلی دانشیار رئیس تشکیلات جمعیت دیدم و من خواستم که زمینه ملاقات مرا با عامل صاحب مسعود در وزیر اکبرخان مساعد ساخت و او برای ما اطور گفت که دوستای ما، جهادی های ما در جنگ هستند، در جهاد بودن، اطور اشخاص اداری ما کمتر داریم، ما به شما نیاز داریم، اینمی وطنتان است و مسئولیت امنیتی مرا برای ظاهر اکبر، جنرال ظاهر اکبر، برادران صدیق شباب، طاهر شباب، البته که اما مردم نشناسنه، برای از اونا سپردن و همچنان برای وزیر تجارت هدایت دادم، چون عوض من کسی دیگه مقرر شده بود، حتی از جهادی ها هم بود، ولی نظر به هدایت عامل صاحب پس دوباره مرا به کار توظیف کردم که چون من خود من در روز زمان رتبه اول بودم، یعنی نیاز به چوکی و ویدفا من نداشتم یا ضرورت نداشتم و من این لیسانس اقتصاد هم بودم. بناهن ما اتر میگم که سبب مرگ یا کشتن مرحوم احمدشاه مسعود کیا شد؟
امریکا یک گروه یک دسیسه ساختن تروریستا امریکا. اینا ما یک عرض دارم، یک پیام خاص دارم برای احمد جان مسعود. احمد جان مسعود ما صحبتایشان شنیدیم، بیانات شدیدیم، او افتخار ما است، او یک تحصیل یافته است، او در گذشته در کارهای اداری نبوده، او دستش آغشته به قتل و قتال نیست. ما باید به نام مقاومت حتما به حساب پشتیبانی های خود را سالم داشته باشیم و حتی در یک گروه روشن فکرهایی که ما کار میکنم اونا هم با خود شخصن میخواییم که پیام داشته باشیم برای احمد مسعود که ما هم با خودت هستیم، بی طرف ها با خودت هست تا به خیر امی مقاومت سرتاسری شود در افغانستان. من پشتیبانی خود را رسما اعلان میکنم و در گذشته هم ما گفتیم، ولی یک حرف دارم. ما که چون پیشتر اشاره کردم در موضوع قتل قهرمان ملی احمدشاه مسعود در کشتنش، حال ما اتر میگم که تو نیست که احمد جان مسعود ناآگاه یا نمیفهمه، حتی من میفهمه که دوستش است که در گذشته چی کرده. حال ما بخی مشخص میسازم چرا که از شب شب پیر میشیم باید شفتالو بگوییم چون گفتی دلیلش بیاورد. در یکی از برنامه به نام عنایت کوزا طوفان یک کس آمده بود، فقط کسی سرمنگسه کمی گفت. احمد رفت، محمود آمد، نیکی دنوزد بود که پسانتر آمد، کی مقدم تر بود و این یک ساعت مکمل در اول برنامه عزیز بسرامی تاریخ داشت. حکمتیار بله سه عرض دارم این برنامه ثبت است، این بوتان نیست. در تلویزیون بعد برنامه جناب اوتکیسه دعوت بود. این فقط از کجا شروع کرد؟ در یک جلسه بوده جناب محترم گلبدین صاحب آمد، موزای چرمی، جمپر پلنگی، لونگی لشم سیاه. فکر کنه به نام تحلیلگر سیاسی را آوردن یک کماندان جنگی حزب اسلامی را. بعدا یک سال بعد این جمعیتی شد و کوبیدن از او رفت. داماد گلبدین برش تکس میتر که تو در مناظره حاضر هستی دیر خودم نیاید. گفایش از این شاخه به این شاخه با دست استاد جلال کو بسیار یک چهره شناخته شده است، یک استاد پانتون بوده، استاد دانشگاه بوده، بازه است از اون تعوین و تحقیل. من یک چیز خوش ندارم که باید شخص تعوین شود، اقدامه صحبت شود یا به قوم تعوین شود، که در این من اساسیت میکنم. جدا مخالفی گپ هستم. همیشه در برنامه هایی که من زنگ میزنم، برنامه های هنری، برنامه هایی که مردم دوست دارن، ما همیشه پشتیبانی کرده و در سیاست هم زمانی که من گپ میزنم بسیار کوشش میکنم و کسی تعویل نشه، ولی تعویل نیست. چطور امکان داره که امی آدم در چند ساعت یک برنامه اول از اسلامی باشه، باز بره جمعیتی شوه و نام میبره از احمد جان مسعود زیادتر؟ حالا میخواه که اونجا خودت جا بزنه. خب ای آدم تا که تانست کوبید قانونی را کیره کیره. من باورمند هستم که جناب قانونی سه یونس قانونی این را شاگرد خودم نمیپذیره. سوی از این را ما دیدیم در برنامه. میبخشید در کلامتون، میبخشید یک سوال داشتم از شما در عزیز. امی کارزاری که اجتماعی امیال بانوان ما در درون افغانستان را انداختن و به نام از خانه تا خیابان برای سرنگونی طالبان، کدام چیز گفتنی دارین برای خواهران ما در افغانستان؟ من در بسیار تشکر که من را بسیار در روشنایی مانده، ولی پیام ما برای احمد جان مسعود مهمتر از این بود که از طریق شما و بانوان هم رسانده شود. بانوان امروز از حقوق
حقوقشان تمامی محروم هستند. یعنی که حتی نمیتونن نفس بکشن، چی با تحصیل، چی با کار، حتی نمیتونن در سرک بگردن به نامای از این که گویا محرمت کجاست. زن بیوه که شش اولاد داره، چهار اولاد داره، فرزند کلان نداره، اون را به کار نمیمانن که محرمت کجاست، محرم از کجا شوه. و در این اواخر در چند ولایت صفحات شمال اینا لیست میگیرن از خانه ها که چند نفر زن اینجا هست و تا این سن مجرد است، بیواز چی است. اونا را میخواین که به حساب بشناسن، شناسایی کنن و اونا را بزور در عقد نکای خود بیارن. او که بزور خانما را بردن داخل زندان، تجاوز جنسی شد. بناهن امروز در وطن ما مستقیم بیگانه آمده، دوست در ما بین خانه ما است. ما باید عادت داشته باشیم با رضی. و در موضوع بانوان، امی اعتراضات که در امی نزدیکی ها از طریق سوال جان و دوست ها اعلان میشه که باید عد اقل به 500 نفر برسد و این را به ملل متحد، سازمان جهانی، خصوصا امریکا اینا رسانده شود. ما کسی هستم که در هر جلسه با کانگرسمن فلوریدا و گورمنت سرنامه های گشاده دارم در مورد خوارای ما، مادرای ما که حتی امروز آب شستن جان خود ندارن و اونا آب خوردن ندارن. اونا را از امام منی ساخته. امروز طفل معصوم من حق نداره در امون جایی که باید طفلا بازی بکنن، نمو پار طالبا بازی میکنن. امروز از سفید من جوان ما آرام نیست، جوان ما تامین میشه، موش کاکلش قطع میشه. اینا چند روز بعد اجباری میشه تنبان و پیران و ریش. بناهن ما امروز 21 گروه تروریستی در داخل افغانستان است و این یک پروژه است و امریکا سر از اونا کار میکنه. انقریب امریکا در پالیسی خود تغییر میارن. من میگم که اگر مادر نمی بود، نه پیغمبر وجود می داشت، نه فیلسوفی وجود می داشت و نه امروز کابلزاده می بود که در این برنامه امیل ازت صحبت می کنن. نه شما می بودین کار برنامه دارین. لنان من پیام من نمیست که مرد و زن یک جور شود. تماما مردا، تماما شوهرا با خانمایش، تماما برادرا با خوارایش، در هر جای که هستین یک جای باشین، دوش با دوش مبارزه کنین، خورایتان تنها نگذارین، یا با قلم یا با قدم. اگر نه خیرمی، امیدوار استم که به زودی به خیر کشور ما آزاد شوه و همگی ما کی خوش است در کشور خود باشه. ما هیچ کدام خوش نیستیم که در هیچ جای دیگه باشیم بجز ملک ما. اگر مجبور نمی بودیم در کشورهای دیگه نمی بودیم. نه ببینید، اگر اینمی من بفهمم که دفته آینده آرامیست، من پشت کوچه کابل و وطنم دیوانوار دک شدیم. اما مردم ما پشت وطنش، پشت مردمش حافظهایشان از زید ساخته. بناهن هم من پیام من برای شما خانما هست که شما با برادرها باشین. پیام ما برای تمام مرداست که با شما یک جای باشن. و چیزی که برای ما ارزش داشت که احمد جان مسعود خودش با او شگانم است، تحصیل یافته است، ولی چار اطراف خود اشتباه خدا نخواستن نکنه که نبود افراد اشخاص او را نامبت می سازن که می آیند در امی بنام تحلیلگر سیاسی. مثلا پنجه نور چشم ما است، ولی اگر تو خود جا بزنن نادرست است. تمام مردم افغانستان باید با احمد
آدمی است، تو قوم پرست نیست. بنان ما موافقت های مزید شما را میخوایم. امیدوار هستم که دمی ارسام شما کمک بکنین برای امجان مسئول پیام داشته باشین که نما یک مثال زنده دادم که همین به نام طوفان یک کسی بود که در صحبت هایش بسار اشتباه بود. بله تشکر از تلفونتون. شما را به خالق لایزان مصبارم، یک ما نبود که نام دیگیرم. بله. ولی فقط این کمک کردن یک روشنایی انداختن بود با آدرس جبه مقاومت. بله. کامگار باشین، ما با شما هستم. ما همیشه با اشخاص اهل خرد، اهل دانش، حتی ما در راستای افشار هنر هم کار میکنم و ما فعلا با صفت فعال اجتماعی هم کار میکنم که این لقب برای ما از طرف بزرگا داده شده. سوی جان دیگه با آگاه است. یعنی ما در عرصه سیاسی و فرهنگی هم کار با می تلویزیون هستم. تشکر از اینکه باز تلویزیون پشت پناهتان باشه. خالق عالم هر کسی که درای حق و حقیقت حرکت میکنه یک قدم میوه داره کامیاب و کامگار باشه. تشکر با اینکه از اینکه در همراه ما بودیم. تشکر از تلفنتان برادر عزیز. خداحافظ. شب و روزتان بخیر. برادر عزیز ما تشکر که زنگ زدین برای ما. میخوایم ببینم که کسی برای ما چیزی رو فرستادن. خب خانمه یه خانم دیگه با من یکی از پیام یکی از خانمان نمیوله دو دقیقه پیش برای من فرستادن در واتساپ که پخش کنیم. صدایتان رو میشنویم، صدایتان رو میرسانیم تا جایی که میتونیم به دنیا و مبارزه را ادامه میدیم. مقاومت تا آزادی ادامه دارد. و دیگه ای که برادر ما میگفتن که یک جای باشیم. راست میگن. در این هفته ما کل ما میگیم یک شویم. اما ای که در سر کلی یک دیگه از خاطر بیرق یا از خاطر سمت یا از خاطر زبان که یک دیگه هیچ وقت در جربست ناق نشیم. سعی کنیم کشور در چی حال است؟ از هدف ما چی فرق نمی کنه که طرز فکر سیاسی تو کجاست، چی است؟ اما مردم کشور ما هم یاده چی حال است؟ وقتی به خیر خوبی افغانستان آزاد شد، تصمیم دست مردم افغانستان داده میشه که چی نو حکومت میخواید. دیگه زور نخواهد بود که حکومت مرکزی باشه یا غیر مرکزی باشه یا ای باشه یا او باشه. هر چیز که مردم بخواین همو خواهد شد. پس ای که ما در فرق یک دیگه میزنیم، یکیش میگه که نه ما میخواییم آزاد شد و که ما بگیریم که مچم فلانه رقمی باید باشه، دولت رقمی باشه. ما وظیفه داریم که مردم خود آگاه بسازیم درباره چه قسم از دولت ها چی هسته تجزیه و تحلیل کنیم، بیاموزانیم، یاد بتیم مردم خود تا بدونن و بتونن انتخاب کنن. فقط وظیفه مایی است. این است که بزور خود کسی باز یکی رفت دیگهش باید بیا بزور. و یک چیز دیگه درباره قطعنامه دوحه. دولت امریکا همراه طالب این قطعنامه را بسته. سعی کنیم سر چیز جالب است. طالب را استخدام کرده که دایش را بکشه.
آیا این یک بهترامی، بی احترامی و بی عزت کردن تمام عسکرایی که در کشور در وقت به خلاف تروریست جنگ میکردن چی در درون از خود اردوی ملی افغانستان و چی اردوی تمام کشورهای دیگر نیست؟ یعنی شما کلتان هیچ زورتان نمیرسید حالا یک تروریست گرفتیم که دیگر تروریست بکشه. نام دیگه شو بالا میکنن، اول طالبه، طالبه زیاد سرش کار کردن که کلگی در مغزای کلگی این حالا میخواید طالب کمشه باز دایش 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 شوه باز دایش کمشه باز القاعده شوه باز اینو. یعنی ما مردم نفس کشیده نمیتونیم یک تروریستش برای دیگهش بیاید؟ پس روشی تا بگی خواهر و برادر سعی کنین نام گذاشتن اینها رفتن نسل کشی کردن و نو نامش ماندن که داعش های خراسانی که بیشترش از عرب و تاجک بودن نسل کشی کردن آدم ها را کشتن و نام داعش ماندن سر و در صورتی که نیستن داعش کیست؟ و وقتی که میرن در کاج ایژوکیشن سنتر که اینا بم ماندن باز به نام داعش کردن درست؟ باز طفلای معصوم ما از دنیا رفتن با هزاران امید آرزو و کسانی که زخمی شده بودن در شفاخانه نمی ماندن که مردم برا خون بتن او خدایش نبود خود تو بودی و خانما در سرک ریختن و می گفتن نه و نسل کشی هزاره ها رو متوقف کنین آمده بودن در سرک ها اعتراض میکردن اگر تو دولت هستی و خلاف داعش هستی خب میماندی که اعتراض خود کنن چرا فیرای هوایی کردی؟ چرا بزرگواره از هم پاشیدی؟ چرا سرشان اقدر خشونت کردی؟ چی فکر کردین شما؟ که 40 سال پیش هست هر کس هر شیرهی که مالی دیده سرش با نمور قبول میکنه؟ نه خیر یکی به نام طالب بیارین یکی به نام داعش بیارین سبا القاعده رو بیارین باز دیگه شو بیارین باز دیگه شو بیارین نخیر تمام حرکت ها دیده میشه ریکورد میشه کلگی داکومنت میشه کل کارایشان اشتکای خورد مورد دشت برچی مکتب رفتن بم موندن اشتکا رو کشتن باز پدر بیچارهش پیش روی شفاخانه رفته که اولاد خود ببینه سیلی باران میکرد نمیموندن برنده درون شفاخانه یا موم داعش بود سعی کنین این دروغا رو برین دیگه جای بگین دیگه کار نمیته در افغانستان دیگه پایتا که فلان این جای میکشه داعش هست او داعش هست این داعش هست خودشان هر کس میکشن به نام داعش میکشن در منطقه میبراین میرن در خانه تاجیک ها میدراین مردایش هم میگیرن میکشن میگن یا داعش بود او داعش بود کلش به نام داعش میکنن که نام او رو بالا کنن ISIS یک لیبل دیگه یک نام دیگه بیارن فقط که بگوی که آیفون است آیفون 1 و 2 و 3 بیاره تروریست 1, 2, 3, 3, 4 انت آمده نیست نه خیر دیگه اجازه نداره کسی یک شبیاری یک دولت بشونی که طالب بسازه باز نال طالب بیاری که باز دیگهش بیاره از او که چرا مردم مرقضی ظلم باشه چرا دنیا پافشاری داره که این حکومت این رژیم تروریستی سر ما باشه چون ما صدای خود نمیکشیم مندازی کافی نمیکشیم بانوان ما از هر طریق که صدای خود میکشن سعی کنین فیلم جور میکنن رویایشان نیست نشته میکنن در قانگک روی میکنن در آسمان که ببینه کلگی برسن نیم شو سر بامایتان بخیزین صدا کنین با پشتو بگین ز طالب نغوارم ما طالب نمیخوایم بخیزین بلند شوین بلند صدا کنین همراه خواهرای ما که میره یک جای شوین تا
تا ما و شما یکی نشیم نمیتونیم کشور را آزاد کنیم. به خاطر ای که اگه یار قبول کردی سبا روز از این کده بدترشان باید قبول کنی، از این کده بدتر و بدترترشان باید قبول کنی. به خاطر برای همی آمدن که نگذارن کشور ما آرامی داشته باشد. از روز که اینها مرز کشی کردن و این کشور به نام افغانستان نام ماندن، اینا عمدن امی نام ماندن که هیچ وقت افغانستان آرامی نبیاید. قصدن کردن. چرا یک نام نماندن که به هیچ قوم تعلق نداشته باشد؟ قصدن کردن، عمدن کردن که آرامی نباشه در کشور ما. اما ما و شما بین خود خوب هستیم، همیشه بودیم. پس ما دیگه خود ما نگذاریم دیگه سر ما بتانن هر کاری که دلشان بخواه بکنن. نجات پرستی بکنن، زبان پرستی کنن، دانشمندا و شاعرای ما را عکسایش نوشته هایشان کلشان را بندازن در بتن کتاب هایشان را. چرا؟ که ما و تو را به درد بیارن و ما و تو سر یک قومی که هیچ کار نکده سعی کنیم. بالاترین ظلم در 20 سال در طرف جنوب بوده. چرا اولادهای خود را میفروشن؟ چرا که غریب هستن؟ اون طالبان که چون هستن ناموس رو میبرشن، جوانایشان رو یا به زور یا به رضا میبره، هم واره میکشه هم شمال میکشه. مقصد مردم ما رو میکشه. پس دشمن اصلی خود بشناسیم. اینها مهره هستن. اینها برای ای آمدن که دیگه کشور ما را از کشور بودن میخی خلاص کنن. سعی کنین در خاورمیانه چیه؟ پس سوریه، یمن، فلسطین، در هر جایی که سعی کنین چی حال هسته؟ به نام تروریست، تروریست. اونم تو هسته همی حال. چقدر سال هست؟ ایستادگی و مقاومت تنها راه نجات کشور است. تنها و تنها و تنها را. از فراخان فراخان، از خانه تا خیابان، سرنگون کن طالبان. برخیز افغانستان. من یک دفعه فیسبوک چک میکنم اگر کسی کامنت چیز داده باشه، جگه خوندشان که ما چرا جوابشان ندادیم. پس با اجازه تون یک سعی کنم صدایی رو کم کنم که باز مزاحم ما نشوه. خب خانم سرویه عمر، سلام علیک و ممنون از برنامه خوب و وقت شما. تشکر. سلام خواهر عزیزم، خدا کنه جور و صحتمند باشین. تشکر که همیشه همراه ما هستیم. فرناندس نیکلسون، نامشان است فرناندس نیکلسون. با امید پروزی، واقعا تا امید هست دنیا میچرخه و خداوند هیچ کسا به امید نکنه و ما امید داریم. اگه یادتون باشه در 15 آگست 2021 به یاد بیارین اون روزه که چقدر کل ما جگرخون بودیم. یاد بیار اون روزه هموطن در کشورهای دیگه و درون کشور که چی حال داشتیم کل ما. بعد ما خانما را دیدیم در خیابانها و برادران ما را در شمال صداش برآمد. احمد مسعود مثل خورشید امید واره در شب تاریک ظالمان طالبان درخشید و به ما امید داد که ما میتوانیم پس دوباره آزاد باشیم.
امید که هیچ وقت امید خود از دست ندیم و فرق نمی کند چند بار در زمین قدم نفتن، اما دوباره برخیز ایستادگی را یاد بگیریم، دوباره برخیزیم، از پای نیفتن بتر. چون اگر ما و شما بسیار، یا بسیار سخت است برای ما، کسایی که در 17 ماه زحمت میکشن چقدر مشکلات دارن شاید در نظر بسیاری ها نمیاد، مخصوصا کسانی که در درون افغانستان است. فکر میکنین و بانوان و هیچ مشکل ندارن میبراین در سرکا فقط به خاطر آمدن از کشور برآمدن؟ کی خوش داره ملک خود ایلا کنه؟ هیچ کس پا مجبور نباشه. شما ببینید با چی مشکلاته، از درون خانه اول مشکلات شونه از که اجازه نداره نه نبرای نه نرو، خطر هستی، تو را میگیرن، اگه تو را گرفتن پدرت میگیرن، بیادرت میگیرن، و چی مشکل میبراین از خانه. هم در این قسمت های اروپا و امریکا و هر جای دیگه فعالان هستن، در درون خانه مشکل دارن که چقدر مبارزه میکنی بس از به هیچ جای نمیرسن، فایده ندارن، چرا صدا بلند میکنی؟ در درون فامیل و خیش و قوم و اقوام میشنوی یکانش که میگه خیر طالب، نه طالب ها خوب هستن، لابی گیری طالب در درون خود اقوام و خیش و قومت میبینی چقدر مشکل است که با آنها را سر و کله زدن و صحبت کردن و حتی از درون نزدیکترین کسانت با مشکلات سخته، چقدر مشکل است که با دست پنجه نرم کده پس ما آزادی میخواییم بیرون میشیم و صدا میکشیم. درون افغانستان همچنین نمانی دخترت برای اوش کنی، از دگه خارج زنگ میزنن و نفرات افغانستان میگه اوش کنی نمانی که برای که طالبا میبرند از زندان ها سرشان تجاوز میشه، تو میشه و تو میشه، اوش کنی دخترت نمانی نامش بد میشه چطور میشه. نکنین این کارا را هموطنان من، اگه قدرت دادن نمیتونین، اگه نمیتونین همصدا شوین، اگر نمیتونین که یک انرژی بتین، یک کمک شوین برای هموطنتان، سنگ نندازین پیش روی پای، تخریب نکنین کس را. مردم کلاس های آموزشی بر خودشان، من خودم اوقات چیز یاد ندارم که کس را یاد بتم، اما کسانی را میشناسم که یاد دارن، برایشان میگیم که آیا میخوایی 1 ساعت در هفته وقت تبان در فلانه پروگرام بیا و دختران و خانمان از طریق آنلاین برشان فلانه چیز درس بده، تو خوشکر خدا قدر تحصیل کرده استی. نیم وقت ندارم، من ایک جنجالا را خوش ندارم، اما هستن کسانی که شب و روز کار میکنن تا که ملک ما آزاد شود. کلاس‌های آنلاین میمونند چند ساعت در روز که هر سنفشان 1000 یا 1500 نفر است که به خاطر بتانن بیشتر و بیشتر خانم ها را کلاس بانند برشان درس بدن. فرق بسیار زیاد است اگه یک حرکت کنیم، یک حرکت بسیار کوچک. مثلا امیال در لینک که در فیسبوک سهیل تیوی موندیم، در لینکش موندیم که فلانه پتیشن برین امضا کنیم، یک میری امضا میکنی خلاص، آنلاین یک کلیک است. اونجایش که میگه پیسه بتی نتی شیرش کو که یک نفر دیگه امضا کنه، اون موقع یک دقام کار نمیگیره، یک دقیقه هم نمیگیره. سعی کنیم چند روز است که کمپاین ای پتیشن را میکنیم، برای کی؟ و
برای دولت امریکا میگیم که این دولت تروریستی را سر ما گم کن، به زور نمیتونی بیاری. اما چی میکنه کسی؟ یک دقیقه وقت خدا نمیتونه که یک امضا کنه. این پتیشن ها، این تومورا کلش میره در سازمان ملل. فکر میکنه نا خبر نداره، کل چیز خبر داره از افغانستان. کل امی امضایی که شده در دوحه، کل چیزش هم میفهمن. به چی دلیل امضا شده، چی میشه، چی نمیشه، چی فایده به کی میرسه، چقدر پیسه به کی میرسه، چقدر ضرر به کی میرسه، به کی میرسه. به مردم ما تنها ضرر میرسه. کل چیزش خبر دارن. و تلاش دارن که یک رقم نه یک رقم اینا را سر ما بشانانند. اما صدا کشیدن بانوان ما و برادران ما مقاومتگر ماست که نمیگذاره دنیا اینا را به رسمی بشناسه. یک روز هم استاپ نکنیم مبارزه را. تمام فعالان، مقاومتگران و بانوان در درون افغانستان یک روز هم استاد نشدن. یک روز هم بر 17 ماه به خاطر که ما جوانان ما رو در آینده نمیخواهیم کشور ما کشور برده فروشی، انسان فروشی، مواد مخدر فروشی و فابریکه مواد مخدر شود و فابریکه تروریستی شود. و لیاقت مردم افغانستان بیشتر از این دولت رژیم تروریستی میدانیم. میخواهیم مردم ما آزاد شود، بتانن نفس بکشن، زندگی خود کنن مثل هر کشور دیگه. ما و شما در یک ملک هستیم، کار میکنیم، درس میخونیم، هر چیز کس غرض داره ما را. چرا بر مردم ما نباشه این سهولت ها؟ چرا به خود بخواهیم به آنها نه؟ به هر جای میرم سرک ها هر جای آباد در این 300 سال که در افغانستان شده یکی خدمت نکده. ثبوت ایسته که 3 روز قومه کل جای سیل میگیره، خانه خراب میشه، کوچه خراب میشه به خاطر یکی نساخت افغانستانه. هر کس آمد که جیب خود پر کرد. اگر افغانستان ساخته میشد لاقل امی سرکایش سعی میساخت، آبایش، جوبایش، خانایش یکیش نامد دهی 300 سال بسازه. خیلی که ببرن فقط به خودشان، به خیششان، به قومشان، فقط بر خودشان بودن. یکی خدمت نکنه. اگر یکی خواست خدمت کنه سرش زیر آو کنه. هر کدامش که خواست خدمت کنه. این ثابت میکنه که هیچ کس به ساختن نامده بود. دمی 300 سال از الف تا یایش فرق نمیکنه کدامش. پس دیگه بس است. وقت آزادی و آبادی آمده. و استقلال اصلی آمده. بس از بردگی، بشکنان زنجیرهای نامرئی را از گردنت و آزاد کن خوده. بس دوباره تکرار میکنم، فراخان فراخان، از خانه تا خیابان، بر سرنگونی طالبان، برخیز افغانستان. با این جمله برنامه خود را به تمامی میارم. تشکر فراوان از آقای سهیل صفدری و تمام مشکلاتی که داره که دست پنجه نرم میکنه. و یک برنامه های میمونه. دین روز 7 ساعت برنامه داشتم. بازم بودن اینجا و گذاشتن و همین الان برنامه ما را پیش میبرن از استودیوی خودشان. تشکر فراوان از شما برادر عزیز که با این زحماتتان میکشین و دست پنجه نرم میکنه. خواهشان از شما بینندگان عزیز که برین در یوتیوب چینل سهیل تیوی لایک،
شیر، سابسکرایب یادتان نره. در پیج سهیل تیوی فیسبوک لایک، شیر، سابسکرایب یادتان نره. از تمام برنامه ها شما میبینید چقدر برنامه های فرهنگی، علمی، مذهبی و سیاسی هر رقم برنامه ها داره. خواهشان برادر ما را حمایت کنین و پیجایشان را لایک، سابسکرایب یادتان نره. و امیدوار هستم که پرابلم تکنیکی که از طرف جادو باکس است جور شود تا بتونیم برنامه‌تان را در تلویزیون ببینیم. با تشکر فراوان از تمام شما تک تک دوستان و هم همکاران ما از ساحل تیوی، شب و روز بخیر می‌خوایم برای همگی با امید افغانستان آزاد، شاد، آباد و مستقل. خداحافظ شما. سریع انجام شد. آره واقعا سریع انجام شد. برای همین به همه توصیه میکنم واسه یک بارم که شده به آتو وان سندر سرویسز مراجعه کنم. آدرس 39715 پسیو پاتری، شهر فریمان، داخل گستیشن شفران. Great location, great management, low prices and professional service. شماره تماس 510-656-0888. آدو وان سرویس سنتر در قلب شهر فریمان با تیم مجرب و ماشینالات مدرن تکنیکی با ارائه سرویس های آیل چینج، بریک سرویس، ترانسمیشن سرویس، ایر کندیشنینگ سرویس، دیتیل سرویس و اسموک سرویس. مامان جون شده همیشه.